السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يوقى الشر يوقى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. دوستای عزیز، هفته گذشته ما بحث داشتیم در رابطه به این که شدائد و سختی ها این انسان ها را می سازد و زندگی که برای انسان درس نده و زندگیتان را عوض نکنه و امروزتان با فردا تفاوت نداشته باشه، در حقیقت اسلام را شایسته درک نکرده. هرگاه امروز ما با فردای ما متفاوت بود، این تفاوت به معنای از اینه که سقوط باشد و خرابی باشد، بلکه من حیث فرد امروز ما با فردا از نظر خوبی ها، از نظر معرفت، از نظر شناخت، از نظر شخصیتی تفاوت پیدا کرد. در حقیقت ما اسلام را طوری که است و شایسته است درک کردیم. و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که ارشاد می فرماید: ما من یوم الا و بعده شر منه، هیچ روز نیست مگر که دوم روز بعدی روز از او کده بدتر است. او من حیث یک کل در اجتماع است، ولی من حیث یک فرد مؤمن در زندگی فردی انسان تغییر باید باشد، تغییر مثبت که من حیث یک هدف بلند تعیین میشه. و ما تفصیلی صحبت کردم در رابطه با او هفته گذشته که انسانایی که دارای هدف هستند دارای شخصیت هستند، و چقدر که هدف بلند تعیین بود، به همه اندازه شخصیت بلندتر است. چقدر که در انسان در زندگی خود هدف نداشت، شخصیتش کوچکتر است. ولو که دارای علم باشد، ولو که دارای حسب و نسب بلند باشد، ولو که دارای پولی بسیار فراوان باشد. پس کل ما باید برای تغییر شخصیت فردی تلاش بکنیم تا تغییر اجتماعی بیاید. اگر ما سر تغییر فردی تلاش نکنیم، تغییر اجتماعی نمی آید و بسیار سخت هم است. به همین خاطر است که عقل هم همیست، میگه وقتی که خیر برای خودت نرسد، خیرت که به فامیلت نرسد، این اشتباه است که ما توقع میکنیم تو خیر به ما میرسن. زیرا از ما که دخو جان تو برای تو نزدیکتر است، از ما کرده خو اولادت برای تو نزدیکتر است. ارگاه تو خیر را برای خودت و برای اولادت نمیتونی طلب بکنی و سعی بکنی، چی گونه ممکن خواهد بود که ما و تو آرزوی از این را داشته باشیم که خیرت به من میرسد؟ تعبیر دیگر را بکنیم، ارگاه تو برای خودت ضرر رسانده را ایستی، برای اولادت ضرر رسانده را ایستی، چی فکر میکنین؟ توقع بکنین که به ما نمیرسانی؟ به ما به مراتب بیشتر میرسانی. یا تو یک تعبیر بکنیم،
کسایی که برای خود ضرر میرسانند، برای اولاد و فامیلش ضرر میرسانند، شما توقع خیر را از او دارین؟ کسایی که پودریستن، هیروین استفاده میکنن، شما از اون توقع خیر دارین؟ چرا توقع خیر از اونها ندارید؟ به خاطر که دشمن خودش است، برای خودش فایده نمیرساند. چگونه ممکن خواهد بود که برای ما تو فایده برساند؟ پس کسایی که آخرت خود تباه میکند، چه فکر میکنی که در فکر دنیای تو میشود؟ ابدا نخواهد شد. از این خاطر است که حضرت عمر رضی الله عنه میفرماید که شما همیشه با او کسایی بشینین که آخرت را ترجیح بدهد به همه چیز دیگر. اگر از خدا بترسد، باز در امور و زندگی با تو تعامل نیک خواهد داشت و زیبا خواهد داشت. با این مقدمه، کسایی که برای خود خیر نمیرساند برای فامیلش نمیرساند، و کسایی که برای فامیلش خیر نمیرساند برای اجتماع نمیرساند. صحیح شد انشاءالله. سوک چی زانت خیر نرسی؟ کورانیت نرسی. سوک چی کورانیت خیر نرسی؟ طولانیت خیر نرسی. نومن گفته است باید دخپل غاخو باسو دعا و کسان زنی چاوی دخپل در آخرت پا فکر کنیدی، دخپل در کورانی پا فکر کنیدی، دخپل در زن پا فکر کنیدی. در کسان پرگده چه در محاسبه زنی ووزی، ولی که غالی چه تغییر را بلو، در تغییر به دست نشروع کن، در تغییر به اول در زن نشروع کن. که زن که متغییر را وسته پا طولانی که بتغییر راسته، که زن که متغییر را وسته پا کورانی که بتغییر راسته. هرگاه رئیس فامیل نماز نخونه، بچهش میتونه شود که او بگه من نماز خوان هستم؟ خانمش میشود؟ پس پدر نماز بخواند که بچه را بگه نماز بخوان، دختر را بگه نماز بخوان، خانم را بگه نماز بخوان. هر به پدر نخواند امید دستور داده نمیتونه. حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که به حضورتان تلاوت شد، این حدیث را خطیب بغدادی رحمت الله علیه در تاریخ بغداد از حضرت ابو هریره رضی الله عنه و ارضاه روایت میکنه. حدیث صحیح است و در این حدیث یک قاعده بی نهایت مهم بر ما داده شده است. او قاعده چیست؟ اگر ما قصد تغییر را داشته باشیم، تغییر آورده میتونیم. در این قاعده به ما داده شده که انسان مخلوق اکتسابی است. انسان مخلوق اکتسابی است. اخلاق اکتسابی است. علم اکتسابی است. یعنی باید طلبش بکنیم. دقیق شویم بر سخن ما. علم یک انسان از مادر که تولد میشه عالم نمی باشد. از مادر که تولد میشه انسان چی نیست؟ عالم نیست. بلکه زمان او رو چی میکنه؟ عالم میکنه، در صورتی که خواسته باشد و طلب بکند. نه که انسان به دنیا می آید، چشم دارد، گوش دارد، دست دارد، ولی میبینیم که کل یاتر است. طفلک سعی نمیبیند، چشمش همیشه پات میباشد، پسان پسان باز باز میکنه، دستش کار نمیکنه که چیز را سرش بگیره، پایش کار نمیکنه که جای برود، صحبت امرش بکنی نامش بگیری نمیفهمد. به مرور زمان باز درک میکنه. یگانه چیزی که این طفل او را یاد دارد چوشیدن شیرش است که ایرا رب العالمین در فطرتش عجین کرده است. فقط شیر برش هم پستان مادره که دهنش بدهد
با مکیدن شروع می کند. ما سوا کل اعضای وجودش در حقیقت فلج وارست. با مرور زمان کار شروع می کند. حتی شما می بینین که طفل در یک مرحله چیزی رو می گیرد خو ایلا کردنش یاد ندارد، گرفتن یاد دارد، چیگونه ایلا کنه ایلا نمی فهمد. طفل خصوصیات عجیبی دارد که تعلق مستقیم به چی دارد؟ به اجتماع دارد و عجیب خاصیت‌های است. طفل که نو به دنیا میاد هر قدر بلند گریاد میکنه، چیق بلند داشته باشد، دلیل بر ایست که این طفل صحتمند است و جور است. اگر طفل گریه نکنه و چیق نزند، مادر، پدر و دکتر کلی تشویش داره که این مریض است. عکس از او را شما فکر بکنید. در جامعه که آواز نباشد، چرا نباشد، اعتراض نباشد، او جامعه چی است؟ جامعه مریض است. او جامعه مریض است. و ممکن اما تو که طفلی که بی آواز شد آهسته آهسته به طرف مردن می رود. این جامعه بی احساس که خوب را خوب نمی گوید، بد را بد نمی گوید و اعتراض ندارد، در مقابل درد آواز خود را بلند نمی کند، در مقابل گرفتن حقوقش بی توجه است. این جامعه مریض است. جامعه مریض هیچ کس نمی خواهد که با او نزدیک شود، بلکه همیشه متو افتیده و بی برکت و ناتوان و ضعیف امتو میماند و میماند. بنابراین بعدتر میبینیم که طفل ای اعضای رئیسی که خدا برش داده و ای چشم گوشش هر کدامش آهسته آهسته به فعالیت آغاز میکنه. وقتی که حواس به کار افتید باز مرحله عقل میاد. ولی عقل میگه که چیزی را باید بگیری، چیزی را باید نگیری، چی را باید ببینی، چی را باید نببینی. باز آهسته میفهمد که منفعت مرا که زیاد تمثیل میکنه و نگاه میکنه، در او باز با بودن او بسیار زیاد خوش میباشد، چون مادرش تضمین کننده خوبی ها هم رایش است. پس انسش، محبتش، بودنش با مادرش بسیار زیاد میباشد، با پدر و با خانوادش بیشتر می باشد. بیرون که کسی نه با او کمک، با احتیاط روبرو می کنه خود را در آغوشش نمی دهد، تا که آهسته آهسته بفهمد که از طرف ضرر نیست، یک معرفت است. این شکل جامعه همطور است. جامعه همطور است، نمادی همطور از یک شی زنده را دارد. احساس از این را باید داشته باشه که چی به منفعت ما است، چی به ضرر ما است. احساس از این را باید داشته باشه کسایی که امرایش خوبی میکنه امرای از این انس بگیره، نزدیک شود. کسایی که بر ضرر میرسن احساسه از این که خود دور بگیره، نباید متضرر شود. این دلیل بری است که حواس از این طفل چی است؟ این صحیح است، درست است. جامعه فعلی که ما شما داریم متاسفانه جامعه ما چی است؟ مریض است. و خدا نخواسته، خدا نخواسته به این مرضی که ما میبینیم روز به روز، روز به روز نشوه از بین بریم، نشوه سقوط بکنه. سقوط رو کرده، بیشترتر سقوط بکنه، تباه شوه. به وضعی که با خود ما انس بگیریم، اعمال انجام میتیم که از خود دور شوه. به وضعی که سر خود ما دل بسوزنیم، اعمال را انجام میتیم که به ضرر خود ما میشه و خود را تباه میکنه، برباد میکنه. از این خاطر در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یک قاعده بسیار بزرگی است: انما العلم بالتعلم. علم گرفته میشود، کسب میشود، در مادرزاد که کسی نیست. اما چوپانه که تو میگی که نمیداند،
او در حقیقت مظلوم واقع شده، سرزو ظلم صورت گرفته، این ظلم را پدر کرده، مادر کرده، محیط کرده، اما تو بالا بالا بیاین بالاخره پاچا سرش کرده، کلانه سرش کرده. ورن از او حق داشت که باید خیلی دانشمند خوب میشه، بچه من به یقین دارم که چه بس همون مردمه که در کوه هستن از نظر ساختار فکری و از نظر فهم و تواناییش به مراتب مراتب از دیگر ها خیلی خوبتر هستن، ولی کسب نکردن، بنان اما تو کوچک ماندن، خرد ماندن و عنوان بهشون میگن عوام الناس. و کسایی که فرصت ها برای خود دادن و ندیدیم که صاحب توانایی ها هستن و میشون و بالا میرون. انما العلم بالتعلم، علم به اساس چی است؟ به تکرار است، به زانو زدن است، به رفتن است. در قرآن کریم یک سوره مبارکه داریم به نام سوره مبارکه کهف، و شما در اونجا داستان حضرت موسی علیه السلام پیغمبر اولوالعزم می الهی با حضرت خضر علیه السلام داره. و قواعدی بی نهایت مهم و عظیم و ارزشمندی تعلیم و تعلم در این داستان است. پیغمبر است ولی نگفت که اما قدر که دارم من بس است، بلکه در سفر می برای گرفتن علم چی باید بشه؟ سفر باید شود، زحمت باید کشیده شود، مسافری باید شود، رفاقت باید داشته باشی، سختی ها و گرسنگی ها را باید تحمل بکنی، بعد از او صاحب علم میشی. صاحب علم خود شدی ولی تفقه و فقیه شده نمیتونی تا یه چیزی که تو گرفتی از مبادی علم سرزو تحقیق نکنی، او را بکار نبری. وقتی که بکار بردی باز نامت گذاشته میشه، میگه فقیه. فقیه این ماده خودش تفقه از باب تفعل است، در ماده از این سختی است. یعنی فقیه شدن کار آسان نیست، بی نهایت سخت است، از پا نکردن سخت است. و کسایی که فقیه هستن اینطور نشده که در قلبش همه تو افتیده شود، بلکه از خوابشان کم کرده، از نان خوردنشان کم کرده، از چکر زدن کم کرده، بعد خداوند متعال این ملکه را برشان تقویت بخشیده است. انما العلم بالتعلم. امام ابن جریر طبری رحمت الله علیه او امروز بر شاگرداش گفت که بیان یک درس تفسیر برتان بگم نوشته کنیم. بر شاگرداش برمین که سب در چند ورق؟ گفت 30,000 ورق میشه. باز گفت اوه 30,000 ورق. باز امام گفت که مات الهمم، همت ها مرده، 30,000 ورق چی است که شما رو نوشته کرده نمیتونه؟ ما که سقوط کردیم و شکستیم به خاطر از اینکه ما اصلا علم نمیگیریم، قضیه تفقه را خود اجازه بگذار که در اندوخته های خود بیاندیشیم و تحلیل کنیم و تجزیه کنیم. بی مطالعه ترین کشور در روی زمین ماستیم، بی مطالعه ترین. یعنی اینجا ما صدها نفر نمیلون شستیم، اگر پرسان بکنیم که اما کسایی که ادعای به اصلاح چی را دارد، ادعای علم دارد، برش بگیم که روزانه چند ورق میخونیم، چند ورق میخونیم؟ جواب غالبا منفی خود. مطالعه یا تعدادی که میکنیم مطالعه آگاهانه نیست. مثلا یک کتاب میگیریم میخوانیم میخوانیم با یک چند ورقش خوشم اومد دیگه شده پس مندازم. مطالعه که کتاب انتخاب بکنیم، باز با او وقت بتیم، او را خوب بخوانیم، از او یادداشت بگیریم،
و پس به یادداشت های خود پس مراجعه بکنیم. اما تو مطالعه چند نفر داریم؟ اما استادای پوانتون ما که هستن اما هم خوب مطالعه نمیکنن، اما مدرسین ما که هستن اما هم خوب مطالعه نمیکنن. میخوایم از شر شاگرد خلاص شویم، دقیق شدن؟ از شر شاگرد خود خلاص میکنیم، اما چیزی را میخوانیم که در سنف بریم و برای شاگرد و محصول خود یک چیزی بگویم، ای که چقدر نواوری کنیم، ای که چقدر ناقدانه باشیم، ای را خود خلاص. به من اصلی عامل سقوط را باید بفهمیم. عامل سقوط ما همان عدم ضعف، عدم علم ماست. علم ما عدم طلب ماست. طلب ما تحقیق ندارد. نتیجهش همیست که عوام ما امید داره برای کی؟ بر دانشمندهشان. عوام نمیفهمد که دانشمندم نمیفهمد. عوام بیچاره نمیفهمد. عوام میگه که نخو ما خلونگی زدیم، در مسند شستیم، فارغ شدیم. این بیچاره درک نمی کنه که چقدر تنبل است. این اصلا وقت برای مطالعه نمیده، این اصلا سرزی تحقیق نمی کنه. سبحان الله، اگر عوام ما بفهمد که این چقدر تنبل هستن اینا، ولی اگر قابل تزیره داسته باشه که دیگه یک دفعه دست شبو بسن، این چی کار است؟ و وقتی که دانشمندا تحقیق نکنن و نخوانن و پیام را داده نمیتونن، به مقتضای زمان سخن را نمیگوید، مشاکلی که در جامعه است حلش نمیکنه، زیرا یادداشت تقدیم کرده نمیتونه به کلانا. کسایی که بزرگ هستن، سیاست مدار هستن، کلگی گیج میشد. از این خاطر از ذهن کل بدبختی ما تعلق میگیره به نخواندن ما و ضعف علم ما. کسایی که نمیفهمن مثل همین کوریست که همیشه دست خود را برای دیگرها باید بدهد و او را باید ببرد. ایکی چقدر دلسوز است کسی که قائد تو است و تو را میبرد، این باز دیگه بحث است. اگر سر دلسوز بود خب بازم خوب، اگر خدا نخواست، خدا نخواست دلسوز نبود، مثل که در طول تاریخ همه تو افتیدیم افتیدیم، باز ما را در هر جنجال و در هر گودال می اندازد. این نقطه ای است که خداوند متعال برای ما شما ارشاد می فرمد: والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، لا تعلمون شیئا. وقتی که تولد شدی هیچ چیز هم یاد نداشتی، پس تو که سواد نداری و او که پروفسور از هر دوتا یک رقم بودیم، هیچ فرق نداشتیم. او یکی خوند و تو نخوندی، او پروفسور صاحب شد و تو چی آمدی؟ تو هم تنبل ماندی. عامل چی بود؟ یک کسی والدین خوب داشت، توجه کرد برش. یک کسی توجه نکرد. یک نفر خود زحمت کشید، دیگه تنبلی کرد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگه چی میفرماید؟ طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، علی کل مسلم. یک تفاوت بسیار جالبی است در صدر امت ما و در بین ما. صدر امت ما که عالم نشد، از علمش نم نمیخورد. ما که هستیم تنبل شدیم، از علم خود نم میخوریم. یعنی ما که عالم شدیم و چی میگم؟ دیگه همه چیز ما باید مفت باشد، همه چیز ما باید مفت باشد. ما چرا کار بکنم؟ ما چرا زحمت بکشم؟ ما چرا دکانداری بکنم؟ ما چرا ای کنم؟ ای کار نمی کنم. واسه همه تو مفت کرده باید بخورم، نانم مفت بدین، زندگی را مفت بدین، همه چیز ما باید مفت باشد. خب کاش که همین کارها را بکنیم، خب باز همه علم خصوصی بگیریم. یعنی وقت خوب برای مطالعه خوب بتم، وقت خوب برای نوشتن بتم، برای هیچ گپ نمیستم. نان من خوب است مفت شد، جای من باید خوب است مفت شد، همه چیز خوب باشه. حالا ما خود زحمت خوب بکشم، زحمت هم نمیکشم. از این خاطر بدبخترین جامعه ماست، به کم چیز راضی شده.
زندگی ما با حنیفه رحمت الله علیه را بخوانیم. عالم بود، فقیه بود، شخصیت والایی، ولی نان مفت نمیخورد، تلاش میکرد. امین رقم عالم جساس، خیاط، نجار، امین رقم یک پهلوی علم داشتن، پهلوی دیگه چی میکردن؟ زحمت میکشیدن. علم را وسیله آمدن پول ندانستن، بلکه علم را وسیله تغییر و انطلاق جامعه به طرف خوبی ها دانستن. امین بود که برکت داشت، جامعه به طرف تغییر رفته بود و آزادی عظیمی را و تغییر عظیمی را در جامعه ایجاد کرده بود. پس طلب علم فریضه کل ما شماست. همه ما شما مسئول هستیم، همه ما شما. و از این خاطر است که یک تفاوت در بین جامعه اسلامی و جامعه ادیان دیگری است. ما به نام رجال دین چیزی را نداریم، مثل مسیحیت واره، مثل بودایت واره، مثل ادیان دیگه واره. هر کدام ما باید عالم باشه، هر کدام ما. از این خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم امتو یک جامعه را بر ما ساخت، یک جامعه را بر ما ساخت که همگی می دانستن. یعنی وقتی که یک صحابی صحبت بکند، باز ما میگیم که این در مجلس رسول الله را گرفته، یعنی کسب کرده این حدیث را و باور و اعتماد سرش میکنه. یعنی یک جامعه اسلامی یک جامعه معتمد است. از زبان هر کسی که چیز برآمد او صحیح است، در او دروغ نیست، در او غش نیست، او مبنی است بر یک فهم صاحب و ثابت. جامعه که علم داشت، بعد از او قضایای جاهلانه در او وارد نمیشه. قضایای جاهلانه چیست؟ قومگرایی، سمتگرایی، خودخواهی و کوچک اندیشیدن. این دیگه با شأنش جور نمیاد. جامعه که آگاه نبود، باز همیشه خطای سرخ را اول در گرد خود دور می‌تا، باز در گرد فامیلش، باز در گرد قریهش، باز هم تو پیش می‌ره. بعد مثلا و انما الحلم بالتحلم، علمم گرفته میشه باید زانو بزنی، و صفات خوب هم از جملهش حلم، بردباری. این میگه یک صفت نیست که شما بگویم که اما تو در دلت باید افتیده باشد، نه، در فطرت عجین است، ولی برای بازگوشاییش کار تو است. این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی دو چیز بر ما، سه چهار چیز بر ما شما میتر. علم به اساس چی است؟ به اساس تکرار و به اساس از اینکه زانو بزنی در قلبت اما تو نمفته. حلم بهترین صفت است. میگه ای تو نیست که ای اما تو آفریده شده باشه، بلکه او را هم کسب بکن. خیر در هر جا که بوده باشه طلبش بکن که به دستت بیاد. از شر خود را دور نگه بدار تا از شر نگه شد. این چهار چیز بر ما میده، این به معنی از این که محصور باشه در این چهار چیز. کل چیزی که در این دنیا هست دارد به طلب دارد. اگر طلبش بکنیم به دست میاریم، اگر طلبش نکنیم محرومش میمونیم. علم را نخواهی محروم میمانی، صفت های خوب را نخواهی در زندگی بیا محرومش میشه، محرومش میشه. پس حلم میگه به تحلم است، یعنی تکرار بکن، تکرار بکن تا حلیم شوی، تا بردبار شوی. ببینیم که پس صبرم تصبر است. هر صفت خوب باید خود سرش بسازه، او صفت با سختی ها و با مشکل در وجود خود تحققش ببخشه. ما یک نمونه بر شما میکنم. شما امشب کت خود یک تعهد کنید،
که انشاءالله العزیز فردا که روز شنبه است، ما نمیخوایم که یک کلمه بد از زبان برون شود. نمیخوایم، نمیخوایم که دشنام بود، نمیخوایم غیبت بکنم. امیل سر خود بگیره، این تعهد بکن و بیدار باش و همیشه این تعهد بیاد بده. ایمان داشته باش که شما تا دیگر نه غیبت خواهد کردن و نه دشنام خواهد زده. زیرا تعهدت پابندت میکند. شما امشب تعهد بکنید، من میخوام تا دیگر فقط یک آیه قرآن کریم را حفظ بکنم، یک آیت، اما که بی نهایت ذهن ضعیف است اگر یک آیت را حفظ نکردن. اچی که میگه پس بگن والتین و الزیتون، تکرارش بکن بفرداش و طور سینین. یک افتتر میشه که شما صاحب امی سوره میشین. الله تعالی امی سوره نصیبتان میکن. و در روز قیامت بر چی گفته میشه؟ میگه اقرأ وارتق، بخون بالا برو، تمتو بگو و تین قدم بالا برو. حالا تو کسی هست که بگه که ما همه قصد داد نداشتم؟ همه تان همه قصد داد داشتیم، ولی تو که در 24 ساعت بر یک آیت وقت نمیتی، باز ملامت میکنه خود دیگر رو، حالا نشد دیگر. نه، نخواستی. تو تعهد سپردی که ما دروغ نمیگم، باور بکنیم نمیگه. تو تعهد بسپار که ما وقتی که خواب میکنیم به طریق رسول الله خواب میکنیم علیه الصلاة والسلام، اما تو خواب میکنیم. دوستای عزیز، در درون ما به نهایت قدرت عظیم است. این کل ما شما کمپیوترها را که میبینیم تعجب میکنیم، مغز ما شما به میلیون ها درجه از کمپیوتر قوی است، به میلیون ها میلیون ها درجه از کمپیوتر قوی است. شما کلان کمپیوتر را دیدین که خودش عمل بکنه، کمپیوتر اول برش داده می شود. هر چی که شما از کمپیوتر می خواهد اول باید برش بدی، بعد بسیار زود پس در خدمت قرار می دهد. مغز ما از کمپیوتر به مراتب قوی است. اما تو که به کمپیوتر چیزی نیتی، خدا کنه که هارد دیسکش 5000 جی بی باشد، پس بر تو چیزی داده نمی ده. اول تو باید برش بدی. مغز ما تو همینطور است، صفاتی که در وجود ما تو است همینطور است. اگر برش دادی پس بر جواب میده، اگر برش ندادی او بیچاره همینطور ساکت میمانه، همینطور به انکشاف میمانه. و کسایی که چیز شدن اونا همینطور کردن، صفات خوب را جستجو میکردن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای از اینکه صفات خوب را چگونه باید تعمیم ببخشیم، چگونه باید ایجادش بکنیم، چگونه باید تقویش بکنیم، یک جا می فرماید که شما مسلمان نیستین، مؤمن نیستین تا آنچه که برای خود دوست داری برای دیگران هم دوست نداشته باشی. سبحان الله، چه عجیب تعبیر می کند. شما مؤمن نیستین، مادام یه چیزی که برای خود دوست داری او را باید به دیگران هم دوست داشته باشی. تا دیگه تعبیر میکنه که مسلمان آینه مسلمان است. المؤمن مرآة المؤمن، مسلمان آینه مسلمان است. پس آینه دروغ میگوید؟ آینه دروغ نمیگوید. در میجاد سیاه باشه همیتا پیشوری خدا برش بگیری بعد نشان میده. با آینه که خدا خودت استاد نکنی، آینه پشتت نیه، آینه پشتت نمیه، تو باید بری پیش آینه خود استاد کنی. باز چیزی که آینه گفت، آینه تو دوست داره که بعدم سیاهی تو پاک بکنه؟ آینه فقط نشان میده، پاک کردن کار خودت است. یک جامعه استاده، یک جامعه اسلامی و نیرومند، اما تو یک جامعه مقبول است که
قدم غلط گذاشت و ده ها انگشت است که بسای تو این تو پیش می شود. غلط کردی، اشتباه کردی، نباید تو کار بکنی. بعد کار خودت است که باید او را اصلاح بکنی. از این خاطر است که جامعی که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را ساخت یک جامعی زنده بود. یک کار غلط که می کردی در همین مجلس چیزی نبود، ولی که می برامدی با یک نفر باید نزدیک می شد، خوب استی، صحتت خوب است، بعد برد می گفت که اینی چیز را به جور بکنی بهتر می شد. بیابت نمی کرد نه، ولی تا که به خانه می رسیدی حد اقل 3-4 کس بود که تا را متوجه می کرد، متوجهت می کرد که اشتباه کردی، اشتباه کردی، اشتباه کردی. چون جامعه زنده بود و جامعه افراد جامعه خود را امرت شریک می دانست که اگر این رقم غلط بری ضررت برای من می رسد، ضررت به اولاد من می رسد، به من تو باید جور شدی. ما که افتیدیم به خاطر که جامعه زنده نیست، هر کس غلطی می کند ما بی تفاوت هستیم، هر کس غلطی می کند بی تفاوت هستیم. کسی دروغ میگوید میفهمیم که دروغ میگوید، غیبتش میکنیم که فلان دروغ میگوید، ولی برای اصلاح از او هیچ اقدام نمیکنیم. نرفتیم برش گفته باشیم، از دستش گرفته باشیم، کتش صحبت کرده باشیم، دلاسایش کرده باشیم، باز برش بکنیم تو خودش خوب آدم است. اینی کارت خدا کنه که ما غلط فهمیده باشم، سبحان الله، ما غلط فهمیده باشم. خب ای اگر ای تو بوده باشه ای اصلاح کن. اگر همه تو یک جامعه داشته باشیم ما تغییر میخوریم، ما تغییر میخوریم. دوستای عزیز، تمام صفات خوب ای کسبی است، تمام صفات بد هم کسبی است. دروغ خود ما همی هاردست که زندگی خود سرش پر میکنیم، با دروغ گفتن، با فحش گفتن، با صفات ذمیمه، و خوبم خود ما پر میکن. از خاطر رسول علیه السلام میفهمه که علم و تعلم حاصل میشود و حلم و تحلم. این صفت باید خود بیاری، صداقت، وفا، شجاعت، این را خود بیار. بعد عمر علیه السلام میفرمد که و من یتحر الخیر یا تهو، هر کسی که فکر خیر را داشته باشد این خیر برش داده می شود. خیر بسیار زیاد است، کم نیست که کس سر تو بخل بکنه. اگر تو خیر را طلب بکنی برد داده می شود. سبحان الله، طلب هم نگفته. و من یتحر را، کسی که فکرش را بکند خیر را، یا تهو، خیر برش داده می شود. یعنی از این که تعبیر بسیار عجیب است، کسی که فکر خیر بکنه الله باش خیر میدهد. این را خود بگذار که آسین برش بر بزنه، برش سفر بکنه، طلبش بکنه، این را خود بگذار به او خود بیخی دادن میشود. یعنی خیر قضیاد است، قضیاد است، با تن فکر کردن نصیبش میشی. چرا پیامبرتو میگه که کسی که خیر را فکر بکنه برش دادن میشود؟ به خاطر که خیر بسیار زیاد است، یک حصولش بسیار آسان است، دو ارزان است، سه و خود خودش برد نمایش میده. خیر خود خود برد نمایش میده، فقط تی فکر رو کن، ده خیر فکر رو کن، الله خیر در کن. سلک زن سکیه نه اوه چه زد سخر کار رو کن، یو فهرست خو کار رو بری مختبل بیدی، داخده 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 فقط فکری او کن، او دستا به استعداد او در توانه مطابق برده تا سرگن شد. و من یتحر الخیر یعطه، کسی که فکر خیر را بکنه برش داده می شود. سو چی در خیر فکر رو که غور کرکی، آل خیر به اصلاح تعبیر علما میگه این نکره است،
خیر نکیر است. بسیار چی است؟ خیر در عقیده، خیر در اخلاق، خیر در نشست و برخاست، خیر در سیاست، خیر در صحت، خیر در تعامل، بر همه چیز. فقط فکرش بکن. و تعبیر دیگه شرع منطور است. پس ایجا یک ذخیره کلان از خیر از این طرف در شر است. کدامش میگیری؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمه که و من یوق شر، کسی که خود را از بدی نگاه بکنه خواسته باشد که به بدی مواجه نشود، یوق از بدی چی میشود؟ نگاه داشته میشود. پس کسی که خود را از بدی نگاه نکند معنی چی میتر؟ در بدی میفته. تو برو یک دوست فاسد را، بد اخلاق را امرش بشین، از شر از اون نگاه میشین ولی اگر نجات پیدا بکن. دوست بد تو را خامخا بد میکند، بخوای نخوای امکان نداره که از شر از تو مسئول شوی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث زیبا ارشاد می فرماید که دوست خوب همانند عطار است، یا عطر برات بخشش می ده، یا عطر خوشت نه می خریشه، و یا لحظاتی که امره اوستی بوی خوب را به مشامت می گیری. بسیار زیبا. پس انتخاب کن دوستت را. با هر کسی که میری میشینی از خود سوال کن به خیر دنیا چقدر است، به خیر آخرت چقدر است. اگر به خیر دنیایت نبود، به خیر آخرتت نبود، دیگه اون مجلس ترک کن، اون دوست ترک کن. امره هر کس که ششتی دو حالت داره، یا کسی است که معلم شده میتونه برای تو، تو را توجه خوب میکنه، تو از چیز خوب را از پیش یاد میگیری، و یا ای که حق از او بر بالای تو است که تو را تغییر بدی. پس تو شروع کن. چای تو خوبی از او میخوره، دخانت خامده، نمیتونی که خود از پیش جمع کنی، امی که آمد دیگه بسیار با عزت برش نان بطه، بسیار با عزت برش چای بطه. پس آهسته آهسته دیگه سرش فکر کن، او باید به پایش استاده شه، او باید تغییر بخوره، او باید خوب شوه، او باید نیک شوه. و اگر فهمیدی که نتیجه نداد، خود را از پیش جمع کن، خود را از پیش جمع کن. از این خاطر فقهای ما را میگوید، میگه در دیار کافر زندگی نکن. و پیغمبر علیه السلام هم میفرمه که در دیار کافر زندگی نکنین. چرا نمی کنن؟ به خاطر که شر به تو بیشتر می رسد، شر بر می رسد. پس به اساس از او فقهای ما تحلیل می کند و تجزیه می کند، می گه در محیطی که آلوده با گناه است از او محیط خود جمع کن. در محیطی که در اوجا گناه است، یا برای چی برو؟ ضرورت هم، یا برای دعوت برو که تو در اوجا تغییر بیاری، یا مجبور استی برای تجارت، یا برای که بسیار در خانه ناامن شدی، پس مجبورم جانت باید نگاه کنی بخاطر امن زندگی تو جا بری، و یا برای تداوی میری. هرگاه هدف تداوی نشد، هدف علم نشد، هدف تجارت نشد، هدف سیانت خودت نشد، هدف دعوت نشد، اگر تو با نبود از این پنج چیز در دیار کفر زندگی میکنی گناهگار هستی. اگر اولادت فاسد میشه جوابش تو باید بدی، الله از تو پرسان میکن. پس هر کسی که خواسته باشد که از بدی خود را نگاه بکند، پیامبر میچه میفرمه یوقع نگاه کرده میشود. عکس از او، اگر کسی بخواهد که به بدی نزدیک باشد، باز بگه که نه مسالم میمانم، ابدا نه،
زیرا رسول علیه السلام تعبیرش را بر ما چی میکند؟ میگه مجالس فاسد و رفقای فاسد همانند کوره آهنگر است، یا چرچقکش به کالایت میپرد و کالایت سراخ میکند. اگر خود بسیار جمع بکنی، اقلا بوی بد زغال را به مشامت میگیری، اقلا این را خود میگیری. پس این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شما چند چیزی. اولی که علم صفت بلندی است که خداوند متعال برای حضرت آدم علیه السلام داد و حتی سر ملائکه چی شد؟ بلند شد. ملائکه بر سجده کرد به خاطر علمش. انسانان و جامعه و مملکتی که از علم دور باشد هیچ وقت رفعت نمی داشته باشد. و علم عطای الهی است که به کلگی داده می شود، فقط طلبش وظیفه موتو است. دوم، هر صفت خوب که شما او را خوب می بینین و دوستش دارین، شما محروم از او نیستین، میتونه اون صفت را در خود تقویه کنه و تمرینش کن با پلان. تو میتونی خوب آدم شوی و تو میتونی خوب صادق شوی، خوب امین شوی، خوب باوفا شوی، خوب شجاع شوی، خوب صحتمند باشی. کلش کل کار کرده میتونی. اگر خود نگاه نکنی، باز در یک مصیبت بفتی، باز نگه که والا در تقدیرم بود. خوب دیگه تقدیرم تو به اصلاح یک دست پاک باشه که در هر چیزم تو پاکش بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که می فرماید در جایی که وبا آمد، شما اگر در اوجا بودین از اون محیط بیرون نشوین که به دیگرها ضرر می رسانید، و اگر بیرون بودی داخل از اون شهر نشو که تو مصاب می شی. و یک نفر جهل بکنه بگه که نه، توکل ما به خدا، چقدر کلام مسجد داریم، او برادر فاصله راحت بکنه، توکل ما به خدا. غلط تعبیر از توکل چرا میکنه؟ زیرا تو علم تو از پیامبر که زیاد نیست، علم تو که از حضرت عمر رضی الله عنه که زیاد نیست. او می فرماید مریض که برش میگه قدر رمحن، یک فاصله را امرن رعایت کن. نه ایمانی ما با اونا می رسن، نه این ما با اونا می رسن. کران مسجد بازم جخت جخت می شینه. چی؟ خود به خود ضرر می رسانی. بازی تو فکر بکن که بیخی تو متوکل، تو بسیار آدم همه چیز، در پهلویت یک برادر دیگری است که ضعیف است، او تشویش داره، حق از او بر بالای تو است که باید خود نگاه کن. چرا او را ضرر میرسن؟ چرا او را تشویش میدین؟ دین همی است. تو نه حق نداری که تحمیل بکنی چیزی که در کلی تو از سر دیگر را تحمیلش کنی، یه حق تو نیست. کار ما همی است عزیزم، که ما برای تغییر جامعه خود باید تلاش بکنیم، زحمت بکشیم، بیدار باشیم، بعد از شر نجات پیدا میکن، از بدی نجات پیدا میکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شما، برای حفاظت جان ما، به حفاظت عقل ما، به حفاظت دین ما پیام ها را گذاشته است. اگر سوال بکنیم که چند نفر ما از کار صبح و شام را که این اذکار عقیده ما را نگاه میکنه، مال ما را نگاه میکنه، آبرو عزت ما را نگاه میکنه و صحت ما را نگاه میکنه، چند نفر میخونه؟ واقعیتش نیست. مثلا یک برادر ما صوفی خوبی است، بسیار زیاد ذکر میکنه، درست است، تو لا اله الا الله را زیاد بگو، تو یعنی اذکار را زیاد بگو، ولی تو مکلفیت داری که هر صبح و بیگاه باید از کار صبح و شام رو بخونی. نمیخونی.
پس اذکار که نخوندی به عقیدت هم ضرر میرسه، به صحت هم میرسه، به اولادت هم میرسه، خانه‌ت هم بی برکت میشه، خانه‌ت هم بی برکت. شاید زیاد پول داشته باشی ولی مصرفش نمیفهمی. شما چی فکر میکنید دوست عزیز از این که بی برکتی کلان چی باشد؟ که همه چیز سر دسترخانت باشه و لذت نبودی. از این که کلان بی برکتی است، همه چیز باشد ولی در خانه خودت بی اتفاقی باشد، خانمت بچه جنجال بکنه، همه چیز بی لذت نمیشه، اینی بی برکتی است. برکت نیست که تو نم بخود کت چای ولی با خنده، با خوشی، با طبیعت زیبا، اما چای بسیار لذت برد دارد نسبت به کباب هایی که به جنجال باشد. پس هر خانه که در اونجا نفاق است و بی برکتی است، فکر کنیم چی سبب شده که شما رقم شده. هر خانه که مریض است، مریض است، مریض است، تمام مروز پشت دکتر می دویم. یک بار سرزی فکر بکن تو چی کاری کردی که خداوند متعال همیشه برای تو مرض می ده؟ چی سبب شده؟ تو کاری کردی که الله بر تو تازیانه تأدیبی داره روان کرده؟ سرزی فکر کن چرا خواب از تو خدا گرفته و تو باید همیشه دوا بخوری و خواب کنی در حالی که تو مطمئن باید باشی؟ خواب بکن و خواب کن. این شخصیت های بسیار بلند علمی و اولیاء الله برای میشد که میبهم ده دقیقه اجازه است که خواب بکنم، ده دقیقه این سر خدا میبهم، ده دقیقه خواب، یک ساعت، نیم ساعت، ما پهلو پهلو رو میخوریم خواب ما نمیبرد. این در حقیقت مشکلی است که در زندگی موتو است، بی‌برکتی است که خدا در خواب به تو داده، در اولاد به تو داده، در مال به تو داده. پس وقتی که بی برکتیست برو اسبابی که برکت را برات میاره سرزو فکر کن. نفاق که دخانت شده ای اثر عریضه است، عرض است، سرزو فکر کن چرا ما به اتفاق هستیم، چرا ما مریض هستیم. ای کلش که دار بخوری با یک سلسله صفات است که در موتو نیست، او صفات باید در خود بیاری. او صفاته که در خود آوردی خدا برکت نازل میکنه. تو دمی شرایط بدبختی که ما قرار داریم، خودت میفهمی که در قومت چقدر فامیلی هست که بی نهایت افتیدند. درست است که گدایی نمیکنه ولی تو خمش نزیشن به خاطر خدا. برو در بازار و در اوجا برای اطفال مزنینش تکه بخر، بوت برش بخر، و یا برو به خانش برش بگو بیاییم یک جای میریم اونا رو در بازار بیارو بچه این کدام تکبر بخرم، کدام بوته میخوای، کلش برش بیدش جورش بکن و در خانش بس برش بس با. سبحان الله، باز ببین که خدا در خانه چی برکت رو میارن. این وظیفه ما تو هست، نه اینکه نمیل ما سرزی فکر بکنم که در سر سفره خود چی رو بیارم و تمام مروز جمع کنم ولی دوستای عزیزی که موتو اونا چیزی نداشته باشد. تو فکر میکنی که بالذت میخوری، ابدا بالذت نخواد کردی، ابدا از این طعام و از این نانایت بالذت استفاده نخواد کردی. زیرا اگر تو عید خوب میخوری پس نزدیکترین افراد خانواده پسرای کاکایت است، پسرای مامایت است، پسرای عمیت است، اما تو قدم به قدم پیش برو و فرمول در زندگیت بگی. همسایت است، همسایت میفهمی که او چیزی ندارد و بچه تو بیرون میشود با لباس مقبول، با همه چیز مقبول، او جا نگوار بره. ارگا او از خانش بیرون میشود و طفلک نازنین و معصوم، او کت خود میگه که ما چرا ندارم، او طفلی رو میفهمد، طفلی رو نمیفهمد که فقر چیست، او رو نمیفهمد، او درد میبیند به دیدن انسانی که در رقم کالا میکند. پس آره تو بخی او را هم خوش کن،
او را هم خنده بده، او را هم اطمینان بده، او را با ماند فرزندت عزتش بده. بعد در خانه که آمدی، الله بر تو لذتش نصیب میکنه، باز با دیدن لباس خودت و نان خودت خوش میشه. دین امی است، از خود دین اخلاق است. و از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان میگه ما دین، دین چی است؟ پیامبر یک جواب میده، حسن الخلق، اخلاق نیکوست. دین اینیست که ما تسبیح را در آغاز بکنیم تا در کنج منزل بشن سبحان الله سبحان الله سبحان الله گفته بریم. نه، در زندگی چه اثر را آوردی؟ چرا نشان دادی برای مردم؟ این اساسی ترین نقطه است عزیزه. بنان ما تو عید پیشو رو داریم، بخاطر خدا از پولتان جدا بکنین، اول برو سر نزدیکترین اقاربت و سر نزدیکترین همسایت وظیفیت بگی که بر از اون آن میرسانی، وظیفیت بگی به او لباس میرسانی، به او بوت میرسانی و اطفال نازنین شد در روز عید خوش میکن، الله شما را خوش میکن. و این رو به تفاوت نگیرین، وقت نگیرین که از این گوشت نمت تیر کنی، نه، این همیال تصمیم بگی که انشاءالله العزیز ما یک دو یتیم یا دو فقیر یا دو بینوار انشاءالله کمک میکن و هر کدومتون این توان به انشاءالله که داره و الله انشاءالله برکت را با خانتون نازل میکن و خیر را الله نازل میکن. جمع نکنین زیاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمید انسان مال 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 گفته رئیس، تمام رسول میدوین شام میاین خفتن چی گفت از جمع کن. بعد میگه مالش چی است؟ خوردش طرحش میکنه با پارو تبدیل میشه. بهترین نان بخوری، بهترین کبابا بخوری، 3 ساعت بعد باید بگم که مزیش چی رقم بود؟ هیچ نمیفهمی؟ میره تیر میشه. رمضان ما نخوردیم یک ماه، شما کجایتان کم شد؟ چی؟ هیچ نخوردی نخوردی تیر شد. و اگر خدا نخواست روزه را کلش میخوردی هم تیر شد. پس میگه که انسان از مالش میخورد طرح میکند، میپوشه کنه میشه. دیگه مال از ورثش است، از این نیست. مال خودش اون مال است که او را فرستاد بر قبرش. و رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شد خانه، گفت چیزی هست که بخورم؟ گفت یا رسول الله چیزی بود؟ هیچ چیزی علی نیست، کمه که گوشگه که از ران مرمانی یک کمه که مانده دیگهش داده به مردم. گفت نه، اما قمون نیست، او اصل که شما تو او است، در حقیقت همش است، مگر اما تا گوشتی که تو میگه است این است، عکس قضیه. ما جمع میکنیم پول را جمع میکنیم بایتون. از ماست، از ماست، نیست از تو، از تو اون پول است که این امیال در اید برای فقیر، برای یتیم، برای بیچاره تو مساعدت بکنیم انشاءالله میکنیم. قطعا این را که خود یاداش بگیریم، فقیر هم که خود که زیاد فقیر نباشه هم که خود یاداش بگیره و هم به حد توانش میتونه. کل ما انشاءالله توانه دارم که اید را با دوستای خود، با عزیزای خود، با همسایه خود با خوشی تیر بکنیم. در اخیر دعا بکنیم که خدا مرض که دامنگیر امت ما شده پروردگار و لطف کرمت این مرض را از پیش ما بردار، این مرض نفاق را بردار، مرض عصبیت را الله بردار، مرض فقر را از پیش ما یا الله بردار، مرض جنگ و شقاق و قتل را از پیش ما بردار. پروردگار سینه های ما را از نفاق پاک بگردان. پروردگار علم خوب را نصیب ما بگردان، اخوت و برادری را نصیب ما بگردان، محبت را نصیب ما بگردان، امن را نصیب ما بگردان، عزت را نصیب ما بگردان، غنا را نصیب ما بگردان. پروردگار تو مرجع کل خیر هستی و همه چیز پیش تو است، ما فقیر و ناتوان هستیم. بنان از تو از غنای تو طلب میکنیم و با عجز نیاز طلب میکنیم. پروردگار فهم صحیح دین را نصیب ما بگردان. پروردگار ما را خادم دینت و خادم مردم بگردان. پروردگار شر نفس و شر بدیها را از پیش ما دور بگردان. پروردگار ضعف ما را تو با قوت جبیده بگردان.
و فقر ما را به غنا جبیره بگردان، نفاق ما را به اتحاد و اتفاق جبیره بگردان. کسایی که مریض هستند و دعای طلب کردن، خدا صحت عاجل و کامل را نصیبشان بگردان. این مرض را پروردگار وسیله تکفیر گناهانشان و رفع درجاتشان بگردان. و کسایی از دوستای ما که رحلت کرد، الله متعال و لطف کرمشون را ببخش و اعمال صالحش قبول بگردان، از گناهش پروردگار صرف نظر بکن و عفوشان بگردان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین.